نیلوفر رستمی همکارم از روبروی کنگره آمریکا با ماست. چه داره میگذره اونجا نیلوفر و چه میگن متحسنی؟ فردا جمعی از هنرمندان و فعالای سیاسی مقیم پایتخت آمریکا همینطور که گفتی از شامگاه دیروز اینجا جمع شدن، روبروی محوطه روبروی کنگره آمریکا رو انتخاب کردن برای تحسنشون. اونها مصرن که به نمایندگان آمریکا نشون بدن، توجهشون رو جلب کنن که رژیم جمهوری اسلامی رو به رسمیت نشناسن و هیچ مذاکره ای رو با مقامات جمهوری اسلامی نداشته باشن. این جمعی که الان اینجا هستن همونطور که گفتی قراره 12 حداقل گفتن حداقل 12 روز پیاپی به صورت شبانه روزی اینجا باشن. این محل رو این بچه‌ها ترک نمی‌کنن و حتی اینجا شب‌ها با خودشون کیسه خواب آوردن، همینجا می‌خوابن. در واقع آمدن اینجا تا هر نماینده‌ای که صبح میاد و هر نماینده‌ای که غروب ساختمان کنگره رو ترک می‌کنه توجهشون رو جلب کنه. همینطوری که احتمالاً توی تصویر میبینی عکسی از کشته شدگان اعتراضات اخیر زندانیان سیاسی رو گذاشتن. الان اینجا یکی از هنرمندان شهر که هر روز هم پرفورمنسی رو اجرا میکنه، پرفورمنس اعتراضی رو اجرا میکنه، با من هستش به اسم نیما نیا. نیما جان میتونی بگی که اساساً با چه انگیزه ای خواستی که هر روز بیای اینجا؟ خب ببینید، اینجا شبیه یک پلتفرم شده و بهترین فرصت برای اینکه جامعه غیر ایرانی رو نسبت به آنچه که داره در کشور ما ایران میگذره آگاه کنیم. هر روز تعداد زیادی از شهروندان آمریکا میان اینجا و از ما میپرسن، ما در رابطه با اتفاقاتی که داره در ایران اتفاق میفته بهشون توضیح میدیم و خب اینجا یکی از سیاسی ترین محل های در واقع مناطقی توی آمریکا هست و خب به هر حال قانون گذاران اینجا رفت و آمد میکنن و ما میتونیم اونجا صدای خودمون رو بلندتر کنیم. نیما یکم از پرفورمنست بگو، این پرفورمنس اعتراضی که اجرا میکنی مضمونش چه هست؟ بله، خب من یک پرفورمنس رو هر روز تا آخرین روزی که اینجا هستم اجرا میکنم و خب من هر روز اینجا یک نفر رو کفن میکنم و به جای بند کفن از رشته های مو برای بستن کفن استفاده میکنم و روی اون رو با رنگ نقاشی میکنم. ایده از اینجا میاد که این برمیگره به تجربه زیسته خود من از تبعید، برای اینکه ایران برای من یادآور از دست داده های منه، به خاطر اینکه من و ما هیچ وقت فرصت نکردیم برای عزیزانمون که از دست دادیم سوگواری کنیم و این سوگواری دایرش بزرگتر شد، از افراد خانواده تبدیل شد به دوستان و افرادی که الان امروزه تو خیابون ها دارن کشته میشن و اعدام میشن به هر دلیلی. این ایده از اونجا برمیگرده، از اون ترامای جمعی ما، از اون سوگ جمعی ما و خب صرفاً سوگ نیست، یک سوگ اعتراضیه. مرسی نیما از توضیحات خوبت، ممنونم. همینطوری که نیما گفت اینجا کسانی که جمع شدن تا تحسن رو داشته باشن، تا اعتراض کنن به نمایندگان مجلس، تا از دولت آمریکا از بایدن بخوان که فقط احضار نظر نداشته باشه و یا احضار نظرهای تأسف‌بار نداشته باشه نسبت به ایران و اقدام جدی بکنن. یک نفر از اینها مثلا چند سال پیش پدرش فوت کرده بود و چون پرونده باز داشت نتونست بره ایران. یک نفر دیگه مادرش فوت کرده. همه رنجدار هستن و همه آمدن که در واقع حمایت کنن از اعتراضات داخل ایران. این حداقل به گفته خودشون این حداقل کاریه که میتونن ایرانی های اینجا انجام بدن. هرچه که ساعت به سمت شب پیش میره تعداد ایرانی ها بیشتر میشه و میبینیم که از هر قشری از هر سنی حضور دارن اینجا. ممنونم از تو نیلوفر رستمی، همکارم از روبروی کنگره آمریکا.